مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر رو تقدیم میکنم. بینندگان، امروز مایلم درباره سه مطلب، سه موضوع با شما صحبت بکنم. امیدوارم وقت یاری بکنه و بتونم به همه سه مطلب اشاره بکنم. مطلب اول، انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در ایرانه که در چند روز دیگه انجام میشه. مطلب دوم، صادرات نفت ایرانه. آنطوری که روحانی و رهبران نفتی ایران مطرح میکنن، ایران مایل در مدت یک سال آینده تا آخر سال 2016 میلادی صادرات نفت خودش رو از 1 میلیون به 2 میلیون بشکه افزایش بده. و مطلب سوم، انفجار یک کامیون پر از مواد منفجره در آنکارا پایتخت ترکیه است. همکنون داوودوغلو نخست وزیر ترکیه و آقای اردوغان رئیس جمهور این کشور انگشت اتهام رو به سوی کردهای سوریه بلند کردند. در این سه مورد میخوام با شما امروز صحبت بکنم. ابتدا انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در ایران. بینندگان، رژیم حاکم و حاکمیت این بار قبل از شروع انتخابات دست به کودتا زد. یعنی از تجربه سال 1388 و اینکه بعد از دادن نتیجه انتخابات رژیم دست به کودتا زد و احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور ایران از صندوق ها بیرون آورد، این بار قبل از اینکه انتخابات شروع بشه دست به چنین کودتایی زده. منصوبان شورای نگهبان، یعنی کسانی که از طرف آقای خامنه ای انتخاب شدن، احمد جنتی، مصباح یزدی، محمد یزدی و دیگران که افراد مطیع و فرمانبر از خامنه ای هستند، در واقع اینها 3/4 کسانی را که کاندید مجلس خبرگان بودند، صلاحیت اینها را رد کردند و حتی منابع میگن که بیش از 80% تا 90% از کاندیدا را رد صلاحیت کردند. و در رابطه با شورای مجلس شورای اسلامی، بیش از 60% از کاندیدایی که خودشون را کاندید کردن رد صلاحیت شدن. سوال اینه که هدف حاکمیت چیه؟ با نبودن رقابت انتخاباتی، در واقع حاکمیت میخواد قدرت را همسو بکنه و قدرت را مطیع و فرمانبر از رهبر، یعنی بیت رهبری و سپاه پاسداران، یعنی سپاه کودتا در ایران بکنه. و جالبه که رهبر و سپاه پاسداران که در واقع کودتایی را انجام دادن، خواهان اینن که پسر آقای خامنه ای، یعنی مجتبی را به عنوان ولایت فقیه به قدرت برسونن و یک نوع سلطنت موروثی در ایران به وجود بیارن، پادشاهی موروثی. ولی هدف اصلی هدف دیگری هم هست، یعنی قدرت مطلق سیاسی و نظامی سپاه پاسدارانه و فرمول مصر در اختیار سپاه پاسداران قرار داره و اونا خواهان یک دیکتاتوری مطلق نظامی در ایرانن. و در تضاد با دیکتاتوری نظامی در مصر، این بار باید این دیکتاتوری در ایران، دیکتاتوری نظامی در ایران مشروعیت داشته باشه، مشروعیت مذهبی و اسلامی داشته باشه و بیت رهبری وظیفش اینه به این دیکتاتوری نظامی مشروعیت بده. بینندگان عزیز، خب ما میدونیم که امروز اختلاف شدید بین دو جناح حکومتی و دولتی، حکومتی و حاکمیت وجود داره. از یک طرف جناح آقای رهبر یعنی خامنه ای و بهت رهبری، در کنارش سپاه پاسداران، و جناح دولت روحانی که اینها در تضاد عظیم با هم قرار گرفتن و بر سر قدرت با هم می جنگن، بر سر قدرت و ثروتهای کشور. و هم اکنون خامنه ای و سپاه پاسداران در نظر دارن با همسو کردن مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی تمام قدرت سیاسی، نظامی و حتی قدرت مالی و ثروت‌های مردم ایران و ملت ایران رو در اختیار خودشون بگیرن. این دو جناح در چنان تضادی با هم قرار دارن و چنان جنگی رو با هم انجام میدن که هیچ گونه امکان وجود نداره که بتونن این شکافی که در بین هیئت حاکمه به وجود آمده اینا درز بگیرن و با هم کنار بیان. جنگ قدرت و تضاد به قد شدیده که من اصلا معتقد به این نیستم که ادعی مطرح میکنن این جنگ زرگری است. نه بینندگان، به نظر من
این جنگ زرگری نیست. همکنون رفسنجانی که خود را از جناح به اصطلاح اصلاح طلب میتونه تمام مسئولیت شورای نگهبان را رد میکنه و چنین مطرح میکنه که شورای نگهبان صلاحیت نداره. میگه شما کی هستید که تصمیم بگیرید؟ توجه بکنید، یعنی کسانی که توسط آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی منتصب شدن، به اونا میگه شما کی هستید که تصمیم درباره ایران و مردم ایران بگیرید؟ یعنی موجودیت و نظام آقای خامنه‌ای رو آقای رفسنجانی بدین ترتیب زیر علامت سوال برده. و روحانی در صحبت‌های چند روز خودش چنین مطرح میکنه که تصمیمات شورای نگهبان در تضاد با قانون اساسی ایران و در تضاد با قوانین ایرانه. این آقای روحانی به عنوان شخصی از جناح دیگر، یعنی از جناح دولت، اینو مطرح میکنه. در مقابل شخص خامنه‌ای، رفسنجانی و روحانی رو غیر مستقیم خائن به اسلام و منافع اسلام معرفی میکنه. بینندگان، خیلی مهمه، تضاد تا این حد شدیده. خامنه‌ای چنین میگه که دشمن میخواد از طریق انتخابات نفوذ بکنه و نظام رو تخریب بکنه. خامنه‌ای چنین مطرح میکنه، دشمن از طریق تخریب شورای نگهبان میخواد نظام رو منهدم بکنه. بینندگان، در این مورد یک گزارش وجود داره. موازه خامنه‌ای و موازه رفسنجانی، با هم این گزارش رو تماشا میکنیم و من بعداً به سخنان خودم ادامه میدم. آیت الله خامنه‌ای انتقاد از شورای نگهبان همسو با خواسته های آمریکاست. مردم را به شرکت در انتخابات فرا میخواند. حکومت ایران طبق معمول برای نمایش مشروعیت خود روی شرکت پرشمار رای دهندگان حساب میکند. وقتی شما دانستی دشمن چی بخواد عکس او عمل میکنی معلومه. رهبر جمهوری اسلامی که پیشتر گفته بود آنهایی که نظام را هم قبول ندارند به خاطر کشورشان شرکت کنند، امروز تاکید کرد که شرکت در انتخابات همسنگ دفاع از جمهوری اسلامی است. این انتخابات مثل همین راهپیمایی چند روز قبل 22 بهمن مظهر بیداری ملت ایران است، مظهر دفاع از نظام انقلاب اسلامی است و نظام جمهوری اسلامی است. آقای خامنه‌ای البته مشخص کرده که سهم مخالفان نظام در این فرایند تنها رأی دادن است و نه انتخاب شدن. او امروز هم درباره آنچه نفوذ دشمن در انتخابات خواند هشدار داد. هشدار درباره نفوذ در شرایطی که به دنبال رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان اصلاح طلب در فهرست نهایی آنها چهره‌های محافظه‌کار پدیدار شده‌اند. پدیده کم سابقه ای که شاید در کنار تغییر مرزبندی های سیاسی نشان دهد اصلاح طلبان مهره های تایید شده کافی حتی برای پر کردن فهرستشان ندارند. شورای نگهبان نزدیک به نیمی از داوطلبان مجلس و نزدیک به 3/4 داوطلبان مجلس خبرگان را رد صلاحیت کرده. در داخل خود نظام اوج انتقاد از این عمل کرد در سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنشی تند به رد صلاحیت نوه آیت الله خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان خواستار عذرخواهی شورای نگهبان شد. کی به شما صلاحیت داد؟ کی به شما اجازه میداد که یه جای قضاوت کنید؟ یه جای بشینید داوری کنید بین مجلس و دولت و جاهای دیگه؟ امروز آیت الله خامنه‌ای به نظر میرسد در لفافه به آقای رفسنجانی پاسخ داده باشد. رهبر جمهوری اسلامی منتقدان شورای نگهبان را غیر ملتفت خواند. وقتی تصمیم‌های شورای نگهبان زیر سوال رفت و ادعا شد که اینها غیر قانونی است، معناش چیه؟ معناش این است که انتخاباتی که پیش روز غیر قانونی است. معناش اینه دیگه. وقتی انتخابات غیر قانونی شد، نتیجه این است که مجلسی که بر اساس این انتخابات تشکیل خواهد شد، این مجلس غیر قانونی است. البته اون کسانی که با دشمن در داخل همصدایی میکنن بیشترشان ملتفت نیستن چه کار میکنن. من متهم نمیکنم کسی رو به خیانت. آیت الله خامنه ای گفت جبهه به گفته او استکبار با زیر سوال بردن انتخابات میخواهد جهان را از پدیده بدیع مردم سالاری دینی محروم کند. منتقدان خواهند گفت نظارت استصوابی شورای نگهبان بار دیگر نشان داده که بعد دینی این پدیده به بعد مردمیش میچربد.
بینندگان، در روزهای گذشته روحانی در بعضی از صحبتاش غیر مستقیم به این مطلب اشاره میکنه که حتی بیت رهبری و سپاه پاسداران میخوان دولت آقای روحانی رو حتی حذف بکنن. خوب همکنون چماقداران رهبر و به اصطلاح اصولگرایان در صدد اینن که رفسنجانی رو به زندان بندازن. اونا از حبس خانگی صحبت میکنن، از زندانی کردن رفسنجانی صحبت میکنن و حتی از این صحبت میکنن که شاید رفسنجانی رو به قتل برسونن. بعضی از اصولگرا در این رابطه صحبت میکنن. سوال در اینجاست، با این تضاد عظیمی که به وجود آمده، وحشت خامنه ای و سپاه پاسداران که در واقع کودتا کردن از چیه؟ ببینین، آقای خامنه ای به نظر من از دو مطلب وحشت داره. یکی اینکه مردم ایران به پای صندوقهای رأی نرن و چندین میلیون بیشتر رأی ندن و مشروعیت این قوانین و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را زیر علامت سوال ببرن. ولی وحشت بزرگتر آقای خامنه‌ای در اینه که مردم به پای صندوق‌های رأی برن و به مهره‌های اصلی آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان و کسانی را که شورای نگهبان به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان تعیین کرده رأی ندن یا به قدری رأی اونها کم باشه که نتونن مشروعیت پیدا بکنن و در مقابل اونها در واقع افرادی مانند رفسنجانی اکثریت آرا رو به دست بیارن و بدین ترتیب مشروعیت نظام آقای خامنه ای و اصولگرایان زیر علامت سوال بره. این وحشتی است که آقای خامنه ای داره و ما میدونیم در این انتخابات مجلس خبرگان و به ویژه شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی، این دولت روحانی است که کنترل انتخابات رو در دست داره و انتخابات رو اجرا میکنه و نیروهای کودتاچی و نیروهای بیت رهبری آقای خامنه ای این امکان را نخواهند داشت که بعد از اینکه نتایج انتخابات اعلام بشه کودتای انجام بدن، همون کاری را که در سال 1388 انجام دادن. و این بار خطر این وجود داره، همونطوری گفتم، با حملات زیادی که اینها به رفسنجانی کردن، رفسنجانی رهبری در واقع خبرگان رو به دست بگیره و عده زیادی بهش رأی بدن. ولی اینجا باید به یک مطلب هم اشاره بکنیم بینندگان عزیز، همونطور که قبلا مطرح کردم، سپاه پاسداران خواهان قدرت مطلق و اینکه تمام ثروت‌های مردم رو به دست بگیره. یک بار دیگه اشاره کردم فرمول مصر در اختیار اونهاست و اونها در واقع میخوان دیکتاتوری نظامی رو به وجود بیارن. مشروعیت مذهبی و اسلامی رو آقای خامنه‌ای باید به این دیکتاتوری نظامی بده و زمانی که مردم در انتخابات شرکت بکنن و اشخاصی مانند رفسنجانی رو با اکثریت زیاد آرا انتخاب بکنن، این سیلی محکمی به گوش آقای خامنه‌ای، بیت رهبری و سپاه پاسداران خواهد بود و مردم میتونن نقش سپاه و قدرت سپاه را در این رابطه محدود بکنن و با شکاف عظیمی که در هیئت حاکمه وجود داره، از فضای نیمه بازی که به وجود آمده برای مبارزه، از این فضا و این فضا را حفظ بکنن. در صورتی که حاکمیت و حکومت و آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران موفق بشن و پیروز بشن، من معتقدم که این نیمه فضای بازم اینها خواهند بست و دیکتاتوری مطلق نظامی رو به وجود خواهند آورد. بینندگان، در همین رابطه من مطرح کردم که میخوام درباره صدور نفت ایران صحبت بکنم، صادرات نفتی ایران صحبت بکنم. و در روزهای گذشته سیاستمداران نفتی ایران اعلام کردند، وزارت نفت اعلام کردند که در 48 ساعت گذشته به مقدار 7 میلیون بشکه نفت صادر کردند. توجه بکنید، وزارت نفت ایران مطرح میکنه که در 48 ساعت گذشته 7 میلیون بشکه نفت صادر کرده. ایرانی که تا قبل از برداشتن تحریم ها فقط کمتر از 1 میلیون بشکه صادر میکرد، امکان پیدا میکنه در مدت کمتر از 48 ساعت 7 میلیون بشکه صادر بکنه. 4 میلیون از این مقدار به اروپا صادر شده و 2 میلیون رو توتال فرانسه، شرکت نفتی توتال فرانسه خریداری کرده و 3 میلیون بشکه به خریداران آسیایی فروخته شده. جمهوری اسلامی چنین ادعا میکنه و سیاستمداران
وزارت نفت چنین مطرح میکنن که اونها میخوان تا آخر امسال، تا آخر سال 2016 میلادی صادرات نفت ایران از 1 میلیون بشکه به 2 میلیون بشکه اضافه بکنن. بینندگان، در حالی جمهوری اسلامی چنین چیزی رو مطرح میکنه که عربستان سعودی جنگ نفتی عظیمی رو بر علیه ایران انجام میده. عربستان سعودی هم اکنون در حدود 10,600,000 بشکه در روز تولید میکنه، بیش از 10 میلیون بشکه را صادر میکنه و عربستان سعودی چنین مطرح میکنه تا آخر امسال در حدود 11 میلیون بشکه تولید خواهد کرد و صادراتش رو تقریبا به 10,500,000 بشکه خواهد رساند. یعنی عربستان سعودی داره کوشش میکنه که ایران نتونه دستیابی با به بازارهای از دستیافته خودش پیدا بکنه. بینندگان، من در اینجا یه مطلبی رو اشاره بکنم. این سیاست عربستان سعودی و سیاست جنگی عربستان سعودی تازگی نداره. در زمان شاه هم در سال 1976 عربستان سعودی جنگ نفتی بر علیه شاه و دولت ایران و رژیم ایران شروع کرد. و عربستان سعودی هیچ زمان حاضر نیست، این جنگ فقط بر علیه نظام جمهوری اسلامی نیست، عربستان سعودی خواهان این نیست که یک قدرت عظیم اقتصادی در منطقه وجود داشته باشه و یک قدرت عظیم نظامی در این منطقه وجود داشته باشه. حتی ولو اینکه رژیم جمهوری اسلامی هم سقوط بکنه، عربستان سعودی خواهان این نیست که یک دولت قدرتمند در کنارش ظهور بکنه. به خاطر همینه که عربستان سعودی هم اکنون در جنگ نفتی که راه انداخته، نفت خودش رو ارزونتر از قیمت جهانی به بازارهای جهان به فروش میرسونه که جلوی ورود ایران رو به بازارهای خودش بگیره. در مقابله با عربستان سعودی، جمهوری اسلامی چنین تصمیم گرفته بینندگان عزیز که 2.60 دلار نفت خودش رو ارزونتر به فروش برسونه. 2.60 دلار. جمهوری اسلامی تصمیم گرفته در حوزه دریای مدیترانه نفت خودش رو 66.40 دلار ارزان‌تر از نفت برنت به فروش برسونه. 6.40 دلار. و جمهوری اسلامی تصمیم گرفته به خریداران آسیایی خودش 10% تخفیف بده در قیمت‌ها. و در قراردادهای جدیدی که جمهوری اسلامی داره تنظیم میکنه، حلقه‌های مختلف صنعت نفت ایران، یعنی از اکتشاف، توسعه و تولید، اینها را یک پارچه به پیمانکاران خارجی در اختیار پیمانکاران خارجی قرار میده. مدت قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی بین 15 تا 30 ساله و شرکت‌های خارجی در نفت ایران و فروش نفت ایران شریک خواهند شد. خب ما میدونیم جمهوری اسلامی و آقای زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده که صنعت نفت ایران احتیاج به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داره و برای جلب این سرمایه گذاری ایران داره امتیازات بزرگی را به سرمایه داران خارجی میده و سرمایه داران خارجی با ورود به صنایع نفت ایران سودهای عظیمی را خواهند برد. برای سرمایه‌داران خارجی چند مطلب اساسی است. هزینه تولید نفت در ایران بسیار پایینه، بین 4 تا 6 دلار هر بشکه نفت. وسعت میدان‌های نفت و گاز ایران بسیار عظیمه. مطلب دیگری که برای صنایع خارجی و شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت داره، نیروی ارزان انسانی و کار در ایران. به خاطر همین در واقع صنعت نفت ایران و میدان‌های نفتی ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جالبه، بسیار مهمه که جذب اون بشن. بینندگان، جمهوری اسلامی مجبوره به شرکت‌های خارجی چنین امتیازاتی رو بده. یکی اینکه اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها با شکست وحشتناکی روبرو شده. گویی اینکه آقای خامنه‌ای چنین مطرح می‌کرد، ما اقتصاد مقاومتی داریم، ولی می‌دونیم اقتصاد ایران ورشکسته. و درآمد نفتی ایران که در سال 2011 118 میلیارد دلار بود، اکنون در اواخر سال 2015 به 20 میلیارد دلار تقلیل یافته. مطلب دیگری که بسیار مهمه و ایران مجبوره چنین امتیازات عظیمی را به سرمایه‌داران خارجی بده، جنگ نفتی عربستان سعودی که از اون صحبت کردم.
مطلب سوم احتیاج به سرمایه گذاری خارجیه که ایران مجبور از این سرمایه خارجی استفاده بکنه برای که خودش سرمایه نداره که در میدانهای تخریب شده گاز و نفت ایران سرمایه گذاری بکنه. به خاطر همین است که ایران مجبور چنین کاری را انجام بده. برای عربستان میخواد جلوی صادرات نفت ایران رو بگیره. گزارشی در این مورد، من این گزارش رو به شما نشون میدم، با همین گزارش رو میبینیم. عربستان سعودی، روسیه، ونزوئلا و قطر توافق کردن تولید نفت خودشون رو بیش از این افزایش ندهند. دوحه پایتخت قطر، دیداری از پیش اعلام نشده. چهار وزیر کلیدی نفت امروز با هم ملاقات کردند تا سرنوشت تولید و قیمت نفت را رقم بزنند. وزرای نفت ونزوئلا، عربستان، قطر و روسیه توافق کردند تولید نفت خام کشورشان را در حد تولید ماه ژانویه نگه دارند و دیگر افزایش ندهند. این که امروز تصمیم گرفتیم تولیدمون رو به طور بالقوه افزایش ندیم، آغاز روندیه که طبق اون در ماهای آینده شرایط رو بررسی کرده و تشخیص میدیم که آیا اقدامهای دیگری هم برای بهبود و ثبات بازار لازمه یا نه. ما نوسان شدید قیمت نمیخوایم، کاهش شدید عرضه هم نمیخوایم. ما میخوایم تقاضا برآورده بشه ولی قیمت هم ثبات داشته باشه. برای نهایی شدن این تصمیم رضایت ایران و عراق لازم است. بلافاصله مذاکرات فشرده ای را با دیگر تولید کنندگان بزرگ در اوپک و غیر اوپک شروع می کنیم، از جمله ایران و عراق. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفت تهران از سهم خود در بازار نفت صرف نظر نمی کند. هنوز معلوم نیست ایران رسما از این تصمیم حمایت کند. وقتی خبر این دیدار به بیرون درس کرد، قیمت نفت برنت تا 35 دلار نیم بالا رفت. وقتی نتیجه مشخص شد، قیمت تا 33 دلار پایین آمد، چون وزرا به حفظ تولید رای دادند، نه کاهش آن. وزیر نفت عربستان در دو نشست قبلی اوپک با کاهش تولید مخالفت کرده بود و سیاست افزایش سهم در بازار را در پیش گرفته بود. آقای نعیمی اخیراً گفته بود در صورتی تولیدش را کم می‌کند که صادرکننده های غیر اوپک هم همین کار را بکنند. در یک سال اخیر قیمت نفت تقریباً نصف شده. 12 ماه پیش هر بشکه نفت برنت 60 دلار فروش می‌رفت، ولی این قیمت تا 28 دلار هم پایین آمد. کاهش شدید قیمت نفت به همه صادرکننده ها آسیب زده. تورم در ونزوئلا به بالای 130% رسیده و در روسیه ارزش روبل واحد پول این کشور سقوط کرده. پیش بینی می شود کسری بودجه عربستان سعودی در سال میلادی جاری به 98 میلیارد دلار برسد. شاید این موضوع بر تغییر موضع ریاض درباره سقف تولید نفتش بی تأثیر نبوده. امیر پایور، بی بی. در واقع اون چیزی رو که عربستان سعودی و کشورهای دیگه از ایران میخوان اینه که از صادرات اضافی صرف نظر بکنه، ایران قانع باشه به همون 800-900 هزار بشکه‌ای که قبل از در زمان تحریما صادر میکرده و در واقع صادراتش رو اضافه نکنه. در این مورد گزارش دیگری وجود داره که من قبل از اینکه به سخنانم ادامه بدم مایلم که با همین گزارش رو ببینین. وزیر نفت ایران: از توافق دوحه حمایت میکنیم اما از سهم خود نمی‌گذاریم. به گزارش شانا، سازمان خبری وابسته به روابط عمومی وزارت نفت، بیژن نامدار زنگنه از حصول توافق عربستان سعودی، روسیه، قطر و ونزوئلا در نشست دوحه در مورد ثابت نگه داشتن سقف تولید حمایت کرد. آقای زنگنه عصر چهارشنبه 28 بهمن پس از نشست مشترکی با وزیران نفت 3 کشور عضو اوپک، یعنی عراق، ونزوئلا و قطر، در تهران گفت تهران از تصمیم گرفته شده از سوی اعضای اوپک و غیر اوپک در دوحه و یا هر گونه اقدام دیگری که به منظور تثبیت شرایط بازار و بهبود قیمت نفت که به نفع مصرف کننده و تولید کنندگان نفت تمام خواهد شد حمایت می کند. تهران مکررن گفته که مصمم به بازپس گرفتن سهم نفتی خود به پیش از اعمال تحریم هاست. از این رو آقای زنگنه در پایان نشست تهران ضمن حمایت ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت در مورد عدم افزایش سطح تولید نفت ایران هیچ گونه تعهدی نداد. دکتر احمد علوی
استاد اقتصاد دانشگاه. بینندگان توجه کردین، در واقع ایران به دو دلیل میتونه در مقابل عربستان سعودی و جنگ نفتی که عربستان سعودی بر علیه مردم ایران، نه فقط مسئله نظام جمهوری اسلامی نیست، بر علیه مردم ایران و منافع مردم ایران شروع کرده، مقاومت بکنه. یکی اینکه تولید نفت ایران هم طوری که مطرح کردم ارزونه و حتی اگه قیمت نفت در سطح جهانی به 20 دلار هم برسه، باز به سود ایرانه که نفت تولید بکنه و اونو به فروش برسونه و ایران مجبور نفت اضافی تولید بکنه، برای که تمام زیرساختارهای صنعت نفت تخریب شده و ایران احتیاج به پول داره. مطلب دیگری که برای من در این رابطه بسیار مهمه اینه که ایران میتونه با عربستان سعودی در واقع رقابت بکنه، برای که بودجه دولتی ایران طبق گفته متخصصین نفتی جهانی فقط وابستگیش 40% به فروش نفته. توجه بکنید، اینا متخصصین جهانی میگن. آقای روحانی چند مدت پیش چنین مطرح کرد که بودجه دولتی ایران فقط 25% وابسته به فروش نفته. به نظر من این واقعیت نداره چیزی که روحانی میگه، ولی متخصصین جهانی به درستی مطرح میکنن و میگن در واقع وابستگی بودجه دولتی به نفت و فروش نفت 40%، در حالی که وابستگی عربستان سعودی، وابستگی بودجه دولتی عربستان سعودی به نفت 90%، یعنی 50% بیشتر از وابستگی ایرانه. به خاطر همین هم بود که عربستان در سال 2015 با کمبود بودجه در حدود 100 میلیارد دلار روبرو شد. عربستان سعودی در سالهای 2014 و 2015 در حدود 300 میلیارد دلار کمتر نفت فروخته، یعنی کمتر درآمد نفتی داشته. بینندگان عزیز باید به این مطلب توجه بکنیم، بودجه دولتی عربستان سعودی با داشتن 22 میلیون جمعیت 250 میلیارد دلار، مقایسه بکنین با جمهوری اسلامی یا ایران که با داشتن 80 میلیون جمعیت در حدود 70 میلیارد دلار بودجه دولتی ایرانه. و این وابستگی عربستان سعودی، یعنی 90% وابستگی به نفت، خطر بزرگی رو برای عربستان سعودی به وجود آورده، تا جایی که صندوق جهانی پول چند مدت پیش چنین مطرح میکنه که اگه عربستان سعودی رفرمای اساسی در بودجه دولتی خودش و در اقتصاد و بخش مالی خودش انجام نده، تا 5 سال آینده تمام ذخایر دولتی، ذخایر ارزی از بین خواهد رفت. خب ما میدونیم عربستان سعودی در 2 سال پیش 750 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت، با جنگ یمن امروز ذخایر عربستان سعودی به 630 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرده. این خطر بزرگی را برای موجودیت عربستان سعودی و خاندان عربستان سعودی به وجود آورده. در این مورد گزارشی دارم که امیدوارم با هم ببینیم. وضعیت بحرانی عربستان سعودی از نگاه نشریه دیفنس وان. آماده سقوط پادشاهی سعودی باشید، عنوان مقاله ای از سارا چیز و الکس دوال برای وبسایت دیفنس وان است. دیفنس وان میگوید حکومت عربستان بر مدل تجاری هوشمندانه ولی ناپایدار پای گذاشته شده است که شبیه سازمانهای تبهکارانه عمل میکند و برای خریدن وفاداری سیاسی به پادشاه دو کار انجام میدهد: پول نقد میدهد یا امتیازات تجاری. اما با کاهش بهای نفت، افزایش خرید تسلیحات و بغرند شدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی داخلی، بهای وفاداری به پادشاه سنگین تر می شود. نویسندگان مقاله می گویند ملک سلمان زیرکی برادر ناتنیش ملک عبدالله را ندارد و با اعدام مخالفان، راه انداختن جنگ های خارجی و دامن زدن به فرقه گرایی برای بی اعتبار کردن خواست اقلیت شیعه عربستان و تهییج حس ملی گرایی، شاخصه های یک رهبر خودکامه را به نمایش گذاشته است. دیفنس وان راههایی را که ممکن است موجب سقوط خاندان سلطنتی شود چنین برمی شمارد: تشدید کشمکش جناحی درونی آل سعود ناشی از سنگین شدن بهای وفاداری به پادشاه، وخامت جنگ عربستان با ایران در یمن و سوریه و قیام بی خشونت داخلی یا شورش جهادیون. بینندگان، من در صحبت‌های
چند لحظه پیش مطرح کردم که ایران فقط 40% وابستگی به نفت داره، یعنی بودجه دولتی ایران، و واقعا اگه یک رژیم ملی‌گرا در ایران سر کار میشد و کسانی که خواهان منافع مردم ایران بودن میتونستن وابستگی بودجه دولتی رو به نفت روز به روز کمتر بکنن، یا وابستگی ایران رو به منابع فسیلی روز به روز کمتر بکنن. و باید به این مطلب اشاره بکنیم که قبل از تحریم‌ها وابستگی نظام جمهوری اسلامی یا ایران به نفت، وابستگی بودجه دولتی در حدود 70% بود، ولی با تحریم‌ها بالاجبار این وابستگی به 40% تخفیف یا تقلیل پیدا کرده، و این میتونه باعث این بشه که ایران روز به روز از منابع فسیلی دوری پیدا بکنه و آلترناتیو جدیدی رو در اقتصاد ایران به وجود بیاره و از نفت و از نفت خام برای تولیدات فراآورده‌های نفتی و مرغوب استفاده بکنه که به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. بینندگان، این اولین باری است در تاریخ 100 ساله 115 ساله نفت ایران چنین امکانی به وجود آمده. میدونیم همیشه نفت بلای جان مردم ایران بوده. اگه غارتگرانی که در مدت 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد 800 میلیارد دلار از منابع نفتی ایران رو غارت کردند و به یغما بردن و نابود کردند، چنین اجازه ای رو بدن؟ اگه غارتگران مانند آقای رستم قاسمی وزیر سابق نفت، یعنی وزیر نفت آقای احمدی نژاد که این روزا فاش شده که فقط در یک حسابی در برزیل 11 میلیارد دلار در زمان تحریم‌های نفتی با دار زدن تحریم‌ها 11 میلیارد دلار از ایران خارج کرده و در اون حساب خودش جابجا کرده، یا مشتبه خامنه‌ای پسر خامنه‌ای که میخواد ولایت فقیه بشه فقط در یک حساب خامنه‌ای در انگلستان در لندن در سال 2014 مبلغی در حدود 1.6 میلیارد پوند انگلیسی کشف شد که دولت انگلستان این حساب رو مسدود کرد. ما در این شرایط قرار داریم و در این شرایطی قرار داریم که ایران میتونه در صورتی که نیروهای واقعبین و نیروهای ملیگرا قدرت رو در دست داشته باشن، روز به روز وابستگی بودجه دولتی رو از نفت کمتر بکنه و اقتصاد سالمی را در ایران به وجود بیاره. بینندگان عزیز، در این راه به نظر من باید قدم گذاشت. مطلب دیگری که میخواستم براتون مطرح بکنم و امیدوارم که وقت به من این اجازه رو بده، میدونین که در روز چهارشنبه کامیونی در آنکارا پایتخت کشور ترکیه منفجر میشه، یک انتحاری اونو منفجر میکنه و در اثر انفجار این کامیون در حدود 30 نفر از سربازان و نظامیان ترکیه و عده‌ای غیر نظامی کشته میشن و در حدود 80 نفر زخمی میشن. در واقع این یک زلزله عظیم سیاسی و امنیتی در پایتخت کشور، یعنی در منطقه ای که دولت ترکیه در اونجا وزارتخانه خودش داره، وزارت دفاع، وزارت امنیت کشور و دیگر وزارتخانه هستند و منطقه امنیتی است، چنین اتفاقی میافته و باعث زلزله سیاسی و امنیتی در داخل ترکیه میشه. اردوغان و داوودوغلو انگشت، همونطوری گفتم، انگشت اتهامو به سوی کردهای سوریه، یعنی یگانهای مدافع خلق در داخل سوریه بلند کردن و چنین مطرح کردن که کردهای سوریه این انفجار را انجام دادن. گرچه کردهای سوریه و یگانهای مدافع خلق چندین بار تکذیب کردن که چنین عملی را انجام ندادن و در واقع آقای اردوغان و داوودوغلو در صدد بهانه ای هستند که نیروی زمینی به مناطق کرد سوریه وارد بکنن و شورشیان کرد یا مبارزین کردا سرکوب بکنن. اردوغان چنین مطرح میکنه که حتی اگه کردهای سوریه تکذیب بکنن و بگن که این عمل را انجام ندادن، اردوغان معتقده که این عمل را اونجا انجام دادن. و امروز فاش میشه که گروه دیگر رادیکال کرد، یعنی عقابان آزاد ترکیه، در اعلام کردن که چنین عملی را انجام دادن و این کردهای سوریه نبودن که چنین عملیات انفجاری را در آنکارا
انجام دادن. اردوغان چرا اینقدر نگران بینندگان عزیز؟ قبلا اردوغان به آمریکا حمله کرده بود که در اثر دفاع آمریکا از کردهای سوریه و یگانهای مدافع غرق در داخل سوریه، حمام‌های خون را در سوریه جاری کرده، یعنی آمریکا حمام‌های خون را جاری کرده. اردوغان به آمریکا اخطار میده یا منو انتخاب بکنین یا تروریست‌های کرد را در داخل سوریه انتخاب بکنین. بینندگان، گزارشی در این مورد داریم که بسیار مهمه، برای که در روزهای گذشته اردوغان و کردها نیروی عظیمی از افراطیون اسلامی را از ترکیه وارد سوریه کردن. گزارشی داریم که با هم نگاه میکنیم. ترکیه کردهای سوریه را به بمبگذاری در آنکارا متهم کرد. صبح امروز پنجشنبه هم انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر کردنشین دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه باعث کشته شدن 7 نظامی ترک شد. حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه و پیکاکا اما دست داشتن در انفجار ترکیه را تکذیب کردند. از سوی دیگر امروز 2000 تن از نیروهای جبهه النصره و احرارالشام از گروه‌های اسلامگرای مخالف حکومت سوریه از ترکیه به اعزاز در شمال حلب رفتند تا از پیشروی نیروهای کرد جلوگیری بکنند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنیم با علی جامردی که از اربیل عراق به ما پیوسته. علی، دولت ترکیه میگه که اسنادی داره که نشون میده که این بمب‌گذاری‌ها کار کردهای سوریه بوده، ولی این کردها در واقع این کار رو تکذیب می‌کنن. چه اطلاعات بیشتری در این زمینه داری؟ چه کسی امکان هست که مقصر باشه؟ از احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه امروز در کنفرانسی مطبوعاتی که بعد از دو جلسه پی در پی از دیشب تا به امروز جلسه امنیتی در سطح عالی دولت ترکیه برگزار شد، اومد و گفت که فردی که عامل این بمب‌گذاری بوده جوان 24 ساله اهل آمودا شهر کردنشینی در استان هسکه در شمال سوریه است. به عنوان یک آواره وارد سوریه شده، پلیس از او اثر انگشت گرفته و طبق شواهد و مدارکی که دستگاه‌های اطلاعاتی به دست آوردن، این جوان خودروی بمب‌گذاری شده رو توسط عواملی به گفته نخست وزیر ترکیه PKK حزب کارگران کردستان در داخل ترکیه وارد کرده و این عملیات انتحاری رو انجام داده. بعد از اون البته صالح مسلم رئیس حزب دموکراتیک کردهای سوریه قویاً این مسئله رو تکذیب کرد. هر گونه ارتباط این حزب رو با این بمب‌گذاری و یا هر اقدام نظامی علیه ترکیه تکذیب کرد و گفت که این مسئله بهانه‌ای هست از طرف ترکیه برای اینکه بتونه بیشتر دخالت بکنه در سوریه و علیه این حزب، علیه شبه نظامیان اون که در سوریه در حال جنگ هستند، یک عملیات برون مرزی نظامی انجام بده. و همچنین جمیل بایی که از رهبران اصلی PKK هم گفت که با خبر نداریم، از این مسئله ارتباطی نداریم، ولی ممکن هست که این در انتقام گیری از کشتاری باشه به گفته او، که ارتش ترکیه از کردهای ترکیه، از کردهای جنوب شرقی کشور به عمل آورده. در هر صورت بعد از اون رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم که وعده داد، گفت که عوامل این بمب‌گذاری به نوعی مجازات خواهند شد و ترکیه مصر هست در مبارزه با به گفته خودش تروریسم. ولی اون چه که در واقع در رسانه‌های ترکیه دیده میشه، مسئله این هست که ترکیه داره یک عملیات رو، احتمالاً عملیات برون مرزی، حالا مشخص نیست هوایی یا زمینی، رو علیه این گروه از کردها به ویژه در منطقه اعزاز که خط قرمز حساب میکنه ترکیه داره انجام میده. و امشب هم عصر امروز منطقه سیدکان در کردستان عراق رو که برخی پایگاه‌های پیکه که اونجا هست، هواپیماهای F-16 ترکیه بمباران کردند. خب علی، در مورد اعزاز صحبت کردی، اعضای گروه‌های جبهه النصره و احرارالشام هم وارد اعزاز شدن. چرا این شهر تا این حد حساس شده که کردها حالا به رغم هشدارهای ترکیه میخوان کنترل اونجا رو به دست بیارن؟ ابتدا سریع اینو بگم که صدها تن از این افراد به گفته رسانه‌های خود ترکیه از داخل ترکیه، جبهه النصره شاخه القاعده و احرارالشام، اخوان المسلمین سوریه وارد سوریه شدند. اینها افرادی بودند که تحت عنوان ظاهرا پناهجو یا آواره وارد ترکیه شده بودند، حالا برگشتند و بقیه هم از بقیه مناطق، از لازقیه و از مناطق ادلب به منطقه اعزاز رفتند.
احساس حساس هست به دو دلیل اصلی. نخست اینکه دستیابی کردها به اونجا میتونه در واقع سد راه کمک‌های ترکیه به مخالفان مسلح بشار اسد باشه، و مهمتر از اون نگرانی ترکیه از این هست که دستیابی به احساس میتونه در واقع کردها رو به دریا نزدیک‌تر بکنه، و مسئله‌ای که کردها همیشه مطرح می‌کنند یک دسترسی به دریا و ایجاد یک کردستان در منطقه سوریه که برای ترکیه اون هم خط قرمز. تشکر می‌کنم علی جوانمردی. بینندگان توجه کردید به این مطالب. ابتدا باید یک بار دیگه توضیح بدم که امروز عقاب‌های آزاد ترکیه، کردهای ترکیه اعلام کردند که این انفجار رو انجام دادن، نه کردهای سوریه. کردهای سوریه اینو تکذیب میکنن، ولی آقای اردوغان برای سرکوبی کردهای سوریه 2000 نفر از نیروهای بسیار افراطی جبهه النصرت، یعنی القاعده، واقعیت اینه اینا القاعده هستن، و احرار الشام گروه دیگری که اونم القاعده است و مورد حمایت ترکیه و عربستانه، 2000 نفر رو به طور منظم، یعنی لشکر منظمی رو با توپ و تانک و سلاح‌های سنگین از داخل ترکیه وارد سوریه میکنه. بینندگان، در روزهای گذشته، ماهای گذشته، همیشه اردوغان تکذیب میکرد که در داخل ترکیه نیروهای رادیکال اسلامی وجود دارند. یعنی اون تکذیب میکرد که خود ترکیه باعث به وجود آمدن پدیده داعش حکومت اسلامی است. اون تکذیب میکرد که در داخل ترکیه نیروهای رادیکال اسلامی مانند احرار الشام و جبهه النصرت، یعنی القاعده، فعالیت دارند. و امروز آقای اردوغان دستور میده این لشکر منظمی که در داخل ترکیه مدت‌های طولانی دوره نظامی دیده و مجهز با توپ و تانک و سلاح صغیره است، از مرزهای ترکیه بگذرن و به داخل کشور سوریه برن و به شهرهایی که تحت کنترل کردهای سوریه است حمله بکنن. توجه بکنین، اینها نیروهایی است که امروز در واقع در مقابله با کردهای سوریه به داخل ترکیه فراسده میشوند. من هفته پیش کاملا به این مطلب اشاره کردم در یک بحث طولانی که در داخل سوریه نیروهای میانه رو بینندگان وجود نداره. من مستند صحبت کردم از رهبران آمریکا، رهبران نظامی و رهبران اطلاعاتی آمریکا نقل قول کردم که در داخل سوریه نیروهای میانه رو وجود نداره و این رادیکال ها و تندراها و نیروهای القاعده هستن که مورد حمایت عربستان سعودی و ترکیه هستن و در ترکیه تعلیم دیدن و وارد سوریه میشن، و متاسفانه آمریکا هم از اونها به عنوان نیروهای میانه رو صحبت میکنه. سوال اینه که چرا آمریکا چنین کار رو انجام میده؟ آمریکا میدونه که در داخل سوریه نیروهای میانه رو وجود ندارن. نیروهایی رو که عربستان سعودی و ترکیه وارد سوریه میکنه همه رادیکال هایی هستن که بسیار بسیار خطرناک و همانقدر خطرناک هستن که داعش و حکومت اسلامی خطرناکه. ترکیه چند مدتی پیش با پیروزی هایی که نیروهای کرد سوریه در شمال سوریه داشتن و وحدت ارضی کردهای سوریه را، مناطق کردنشین سوریه را به وجود آورده بودن، ترکیه و اردوغان اعلام کرد که صبر ما به سر رسیده و به زودی نیروی پیاده وارد کشور سوریه خواهیم کرد. و این 2000 نفر در واقع همون نیروهای پیاده هستند که آقای اردوغان ازش صحبت میکنه. آقای اردوغان در گذشته همیشه صحبت از این میکرد که باید در داخل سوریه منطقه پرواز ممنوع به وجود بیاد و این منطقه پرواز ممنوع در مناطق کردنشین و کردهای سوریه باشه و کنترل اون دست نظامیان ترکیه باشه. و اکنون ورود نیروهای رادیکال و القاعده به داخل سوریه در واقع به خاطر اینه که عملا یک چنین منطقه پرواز ممنوع رو در داخل سوریه به وجود بیاره. ما میدونیم در هفته های گذشته با کمک روسا و حملات بسیار شدید هوایی روسا، کردهای سوریه پیشروی های بزرگی داشتن. اینها کردهایی هستند که مورد حمایت آمریکا قرار دارند. آمریکا چند روز پیش مطرح کرد که اونها تروریست نیستند، آنچه که آقای اردوغان میگه. اونها امروز از طرف روسیه مورد حمایت قرار گرفتند. اردوغان وحشت عظیم و نگرانی عظیم از کردهای سوریه و اینکه کردهای سوریه خواهان شاید استقلال
در شمال سوریه باشن، از اون وحشت داره و وحشت داره که این آتش منتقل بشه به داخل ترکیه و ترکیه را به جنگ جدیدی بکشونه. البته خود اردوغان مقصره و این جنگ را مدت هاست بر علیه پیکک، حزب کارگری ترکیه شروع کرده. و بنابراین باید یک بار دیگه به این مطلب اشاره بکنم بینندگان عزیز، امروز در داخل سوریه داره اتفاقاتی میافته که در پشت پرده آمریکا و روسیه با هم همکاری میکنن. هم آمریکا امروز طرفدار کردهای سوریه است و تنها نیروی نظامی پیاده که در داخل سوریه در کنار آمریکا قرار داده کردهای سوریه هستند، و هم روسیه امروز از اونا حمایت میکنه و با بمباران شدید راه اونها رو به طرف استان حلب و شهر حلب باز میکنه و این به وحشت انداخت و این باعث وحشت و نگران آقای اردوغان و دولت ترکیه شده. به ویژه اینکه در روزهای گذشته رابطه نزدیک آمریکا با روسیه تا این حد پیش رفته که آمریکا از روسیه خواست مناطقی که نیروهای ویژه آمریکا در شمال سوریه، نیروهای ویژه آمریکا در اونجا در کنار کردهای سوریه قرار دارن، روسیه به اون مناطق حمله نکنه. ما میدونیم عده زیادی از مستشاران و مربیان نظامی آمریکا امروز در شمال سوریه در کنار جنگجویان کردهای سوریه قرار دارن. آمریکا از روسیه خواست که به اون منطقه حمله نکنه و روسیه اطمینان به آمریکا داده که به اون منطقه و آنجایی که نیروهای ویژه آمریکا قرار دارن حمله نکنه. آنکارا وحشت از این داره، از همکاری آمریکا و روسیه وحشت داره و حملاتشو در روسیه تشدید کرده و با این حملات مکرر سعی میکنه که در واقع پای آمریکا رو و نیروهای پیاده نظام آمریکا رو به جنگ سوریه باز بکنه، زیرا آقای اردوغان و دولت آمریکا، دولت ترکیه این جرأت ندارن که خودشون نیروهای پیاده خودشون رو بدون شرکت آمریکا و نیروهای پیاده نظام آمریکا وارد بکنن. خب ما میدونیم امروز عربستان سعودی خواهان ورود آمریکاست به سوریه، امروز ترکیه خواهان ورود آمریکا به سوریه است، و جالبتر از اون این که آقای الجوبر وزیر امور خارجه عربستان امروز مطرح کرد، این خیلی مهمه، که اونها یعنی عربستان به نیروهای شورشی، یعنی به رادیکال ترین نیروهای افراطی مانند گروه احرار الشام و جبهه النصرت و دیگران و جیش اسلامی که مورد حمایت جیش الفت، معذرت میخوام، که مورد حمایت عربستان سعودیه، رو موشک‌های زمین به هوا خواهد داد که اینها بمب افکن‌های روسی را سرنگون بکنند. ما در این شرایط قرار داریم و خطر بزرگی به نظر من امنیت و صلح جهانی را در بر می‌گیره. آقای اردوغان چنین مطرح می‌کنه که با آمدن آمریکا حاضر نیروی زمینی پیاده بکنه، ولی خودش جرأت اینو نداره که نیروی زمینی وارد سوریه بکنه. و جالبتر از اون اینه که چند روز پیش ژنرال معروف آلمانی آقای دوبروزه، این ارتشبد آلمانی که رئیس عملیات سازمان اتلانتیک شمالی یعنی ناتو در بلژیک و رئیس عملیات ناتو در افغانستانه، چنین مطرح میکنه آقای دوبروزه، ژنرال دوبروزه، که بهتره هیچ کشوری در داخل سوریه با روسیه روبرو نشه و روسیه این امکانو داره که در داخل سوریه با هر قدرتی روبرو بشه و اونو منهدم بکنه. امید میره که آقای اردوغان واقع‌بین باشه و تا به حال نشون داده که اردوغان چنین جرأتی را نداره که نیروهای پیاده نظام خود ترکیه رو وارد بکنه و میاد در واقع نیروهای پیاده نظام رادیکال اسلامی رو که مدت‌های طولانی در داخل ترکیه دور دیدن با سلاح‌های سنگین و سبک وارد ترکیه میکنه و متاسفانه تا به حال دولت آمریکا و کاخ سفید هیچ گونه موضع‌گیری در این رابطه نکرده و این بسیار خطرناکه در داخل سوریه. روسیه میتونه حملات شدید رو به این نیروها بکنه و ما میدونیم که اگه اردوغان روزی نیرو وارده خودش نیرو وارده ترکیه سوریه بکنه
با برخورد شدید روسیه روبرو خواهد بود. روسیه منتظر اینه که اردوغان نیروهای زمینیشو وارد بکنه تا بتونه انتقام خودشو از زدن هواپیمای بمب‌افکن روسیه در اونجا بگیره و این خطری است که در واقع جهان رو تهدید میکنه. در کنفرانس امنیتی مونیخ در چند روز پیش تمام رهبران غرب حتی جمهوری خواهان آمریکا معتقد بودند که خطر بزرگ جنگ جهانی، خطر جهانی وجود داره، صلح جهانی به خطر میافته در سوریه و ما در این شرایط قرار داریم که حتی نخست وزیر روسیه مدودیف در کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت از این میکنه در صورت ورود نیروهای عربستان و نیروهای ترکیه به سوریه خطر جنگ بزرگ جهانی، جنگ جهانی وجود داره و خطر برخورد این نیروها با نیروهای روسی وجود داره. بینندگان عزیز، من امیدوارم که چنین خطری پیش نیاد. من امیدوارم که کشورهای مانند عربستان سعودی و آقای الجوبر که امروز چنین مطرح میکنه که راکت‌های زمین به هوا، یعنی استینگر آمریکایی در واقع، راکت‌های استینگر به نیروهای شورش خواهد داد و ترکیه که چنین مطرح میکنه که نیروهای هوایی پیاده میکنه، واقع‌بین باشن و بدونن با چه آتش عظیمی در سوریه بازی میکنن و باعث خطر بزرگی برای مردم جهان و انسانیت نشن. بینندگان، وقت من در همینجا به پایان رسیده. تا برنامه آینده، بدرود.